به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه اول ماه ثور سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه اپریل سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. باطل شدن آرای 63 مرکز رایدهی در شمار از ولایت های کشور. واکنش اشرف غنی احمدزی در برابر اعلام نتایج قسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری. پیشرفت‌ها در ثبت جدول‌های نتایج در کمیسیون مستقل انتخابات. واکنش روسیه به تلاش‌ها در برابر این کشور. و اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی آرای 63 مرکز و 13 محل رایدهی را باطل اعلام کرده است. سخنگوی این کمیسیون میگوید که این مراکز و محل‌های رایدهی در نتیجه بررسی‌های دفترهای ولایتی نهاد باطل شدند و نامزدان و کسان دیگری که مخالف این فیصله ها هستند می توانند استیناف طلب شوند. در این حال رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات با انتقاد از کارهای کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی می گوید که این نهاد کارهایش را شتاب زده و جانبدارانه به پیش می برد. کریم امینی گزارش می دهد. برایند روز 16 حمل در حاله از ابهام و پیچیدگی ها، روزی نیست که انتخابات تازه های نداشته باشد، تازه هایی که برای برخی ها خوشایند و برای برخی دیگر ناراحت کننده هستند. رسیدگی به 1311 شکایت انتخاباتی از سوی دفترهای ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به پایان رسید و دنباله این رسیدگی ها از کارهای دفتر مرکزی نهاد خواهد بود. نتیجه 14 روز بررسی های این دفترها هم این شد که آرای 63 مرکز و 13 محل رایدهی در 9 ولایت باطل شدند. در مجموع آرای 63 مرکز باطل اعلان شده در طی فیصله هایی که صورت گرفته در ولایات و همچنین آرای 13 محل رایدهی از طرف کمیسیون های ولایتی شکایت انتخاباتی باطل اعلان شدند. آرای این مرکزها و محل ها در ولایت های هرات، بلخ، بدخشان، تخار، پنشیر، خوست، پکتیا، پکتیکا و بامیان باطل شدند. در هرات 16 مرکز و 12 محل، بلخ 3 مرکز، بدخشان 3 مرکز، تخار 1 محل، پنشیر 1 مرکز، خوست 4 مرکز، پکتیا 32 مرکز، پکتیکا 3 مرکز و در بامیان آرای 1 مرکز باطل شدند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی درباره شمار آرای باطل شده این مرکزها و محل های رایدهی چیزی نمیگوید، اما اگر هر مرکز 3 محل داشته باشد و هر محل 600 رای، پس می توان گفت که در حدود 121,000 رای باطل شدند. ممکن هست در رسیدگی استینافی ای تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایات تایید شوه، ممکن هست نقض شوه، ممکن هست هم تعدیل شوه، یک چیز قانونی است. در این میان به نظر می رسد که کارهای کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی برای بسیاری ها پذیرفتنی نبودند. اگر قرار باشه در یک ولایت 100,000 رای باطل شوه، معناش ایست که در افغانستان انتخابات دیگه از مشروعیت خود دست می ده و همه چیز بر هم میخوره. ما باور ما ایست که انتخابات موفق بود، مشکلات خدا هم داشت، اما به این مشکلات باید به شکل دقیق سنجیده شده و قانونی برخورد صورت بگیره، نه به شکل سلیقه‌ای که در واقع همه را حیرت زده ساخته. این انتقادها از آنجا به میان آمدند که دفتر ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در هرات 4 روز پس از پایان دوره رسیدگی به شکایت ها در ولایت ها 100,000 رای را باطل اعلام کرد. بررسی های بیشتر انجام بدن، تحقیقات بیشتر انجام بدن، اسناد و شواهد لازم را که به اساس قانون تعریف شده باید به دست بیارن، بعد میتونن قرنطین بکنن. در غیر از او حق قرنطین کردن ندارن.
آینده نتیجه انتخابات روی میز دو کمیسیون به ویژه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گذاشته شده است و مردم انتظار دارند که فیصله های این دو کمیسیون عادلانه و چنان باشد که قانون حکم کرده است، زیرا مردم باور دارند که در برابر کوچکترین اشتباه از سوی این کمیسیون ها کشور و مردم بهای سنگینی خواهند پرداخت. در این حال رئیس و شمار از اعضای مجلس نمایندگان از فیصله دفتر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در باره باطل ساختن در حدود 100 هزار رای در ولایت هرات انتقاد می کنند. اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به این کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند که آرای تقلبی را از آرای پاک به گونه شفاف جدا سازند. فیصله دفتر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برای باطل ساختن در حدود 100 هزار رای در ولایت هرات انتقاد رئیس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان را به همراه داشته است. اعضای این مجلس میگویند که از تقلب حمایت نمی‌کنند، اما می‌خواهند که برای مردم حرمت گذاشته شود و رأی پاک از ناپاک جدا شود. به باور این نمایندگان، اگر رأی مردم خلاف اصول انتخابات باطل شود، کشور را به سوی بحران خواهد برد. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان طرفدار به این نیست که تقلب تایید بکنه، متقلب حمایه بکنه، اما این به این معنی هم نیست که بدون دلایل موجه و مدارک و اسناد حقوقی آرای پاک مردم افغانستان دست برد میکنه. این قطعا طرف تایید ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نیست. اگر یک رای خدای نخواسته بنا حق باطل شود، سرنوشت افغانستان به بحران میکشانه و اگر هر کدام از آرا مطابق با مشروعیت قانونیش محاسبه شود، افغانستان نجات میده. در همین حال این نمایندگان میگویند که رأی باطل باید با حضور ناظران داخلی و خارجی و رسانه ها بررسی شود و کارمندان مرکزهای رأی‌دهی باید به سارنوالی معرفی شوند. او تعداد مراکزی که باطل اعلان کرده باید مامورین از اونها را هم به سارنوالی معرفی بکند تا جوابگوی آرای ملت باشد. برخی دیگر از اعضای مجلس یک بار دیگر خواستار فراخواندن کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به مجلس شدند. در این حال اشرف غنی احمدزی می خواهد که اعلام نتایج قسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات متوقف شود. این نامزد ریاست جمهوری می گوید تا هنگامی که آرای تقلبی از آرای راستین جدا ساخته نشوند، کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج قسمی افکار مردم را مغشوش می سازد. اشرف غنی احمدزی به هوادارانش اطمینان می دهد که نتیجه انتخابات پس از جدا سازی آرای تقلبی تغییر خواهد کرد. آقای احمدزی هر گونه ائتلاف را پیش از روشن شدن نتیجه انتخابات رد می کند و دیدار با عبدالله عبدالله را نیز رد می کند، اما گفتگو و دیدار را با عبدالرب رسول سیاف می پذیرد. شکیلا ابراهیم خیلی گزارش می دهد. اعلام نزدیک به 50% نتایج قسمی انتخابات واکنش اشرف غنی احمدزی دومین نامزد پیشتاز در این نتایج را برانگیخته است. اشرف غنی احمدزی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا هنگامی که آرای تقلبی و اراستین از هم جدا نشوند، نتایج قسمی نباید اعلام گردند. آقای غنی میافزاید در حالی که شمار رای دهندگان روشن نیست، اعلام 50% این نتایج بر چه بنیادی بوده است؟ اموک گوختنه لمحترم کمیسیون نداده چه بیل دینه چه آرای تفکیک کری نور اعلاناتونک دا از هن مخشوشهی او ضروره ده چه خلق ده افغانستان په اعتبار مخکلار سو زکه ایمو گوتا سی پولو دنده ده ثبات ساتنه ده. در همین حال اشرف غنی احمدزی از کاربرد واژه آرای پاک از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز انتقاد می کند. وی می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتایج قسمی انتخابات با وی هیچ مشوره نکرده است و یک جانبه عمل کرده است. هیچ کس آرا را پاک در این مراحل گفته نمید. نسبی پاک است یا آرای تفکیک شده نیست، مقدار تقلب که رخ داده فعلا برداشت نهادهای مستقلی است که قابل ملاحظه است. اما کمیسیون مستقل انتخابات تمامی کارهایش را قانونی می داند و می گوید که این کمیسیون بر بنیاد قانون می تواند نتایج قسمی را اعلام کند.
زمان که ما نتیجه را به اساس فیصدی اعلان میکنیم، این به این معناست که بر مردم در حقیقت یک معلومات تازه را شریک میسازیم که اینجا عملا کار جریان دارد و این فقط معلومات است که باید مردم افغانستان به او دسترسی داشته باشند. و یا هم به عبارت دیگه در قانون اساسی کشور تأکید شده که هیچ گونه معلومات از مردم پنهان نباشد. بنابراین کارهایی که ما هر روز همه روزه انجام میدیم و تا در 24 ساعت او را ما عملی میکنیم، امر مردم خود شریک میسازیم. با این همه اشرف غنی احمدزی از تمامی نامزدان میخواهد تا به گونه مشترک و به حیث همکار نه رقیب در برابر تقلب و تخلف استادگی کنند. آقای احمدزی پیش از این گفته است که نتایجی را که بر بنیاد قانون اعلام گردد و برای مردم حرمت گذاشته شود خواهد پذیرفت. این واکنش پس از آن رخ می‌دهد که کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به 50% نتایج قسمی را اعلام کرد. بر بنیاد این نتایج عبدالله با به دست آوردن 44.4% آرا در جایگاه نخست و اشرف غنی احمدزی با به دست آوردن 33.2% آرا در جایگاه دوم ایستاده است. این در حال است که بیشتر از 93% جدول های نتایج رای دهی در مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شدند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از 85% این جدول ها بایگانی نیست شدند. در این حال این کمیسیون می افزاید که در 6 ولایت روند بازشماری آرا به پایان رسیده است. سخنگوی این کمیسیون می گوید که روند ثبت جدول های نتایج رای دهی در مرکز اطلاعات این نهاد به شدت ادامه دارد و به زودی نتایج قسمی بیشتر از 40% آرای انتخابات ریاست جمهوری که باقی مانده است اعلام خواهد شد. صالحه صادق جزئیات را گزارش می دهد. روند ثبت جدول های نتایج رای دهی در مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات در حال به پایان رسیدن است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بیش از 93% جدول های نتایج رای دهی در مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شدند، اما تنها نزدیک به 10% این جدول ها به علت برخی از نقایص زیر بررسی یک گروه ویژه این نهاد قرار دارند که تا 2 روز دیگر کار ثبت آنها در مرکز گردآوری نتایج نیز به پایان خواهد رسید. 5.88% اوراق نتایج در حالت اسکن شدن است که باید اسکن شود و 85.56% اوراق نتایج به آرشیف رسیده که مرحله آخرش است. یعنی گفته میتونیم که 85.56% اوراق نتایج آرشیف شده. زمان که آرشیف میشه کار از این مکمل تکمیل میشه. این کمیسیون می افزاید که بر بنیاد گزارش دفترهای ولایتی این نهاد روند بررسی آرای محلهایی که گفته شده بود در آنها تقلب شده است. در 13 ولایت یعنی در ولایت های ننگرهار، فاریاب، کاپیسا، نیمروز، اروزگان، بدخشان، پنجشیر، هرات، غور، خوست، دایکندی، هلمند و میدان وردک به پایان رسیده است. به گفته این کمیسیون افزون بر بررسی آرای این محلها با شماری آرا در 6 ولایت نیز به پایان رسیده است. از سوی هم سخنگوی این کمیسیون از احتمال رفتن انتخابات به دور دوم سخن میزند. در رابطه با دور دوم انتخابات یکی از احتمالات است، ولی فراموش نکنند که هنوز هم قبل از وقت است که در مورد صحبت کنیم. ما 50% از محلات نتیجهش برملا ساختیم و 50% دیگه باقی مانده. شاید تا یک چند روز آینده بتونیم بگویم که انتخابات به دور دوم میره یا خیر. گفته می شود که کار ثبت جدول های نتایج رای دهی در مرکز گردآوری نتایج این کمیسیون تا کنون به خوبی به پیش رفته است و قرار است به زودی برای بار سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود و نیز نتایج ابتدایی به روز 5 شنبه اعلام خواهد شد. با چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. ادامه خبرهاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
وزیر خارجه روسیه تاکید می‌ورزد که هر گونه تلاش برای منزوی ساختن این کشور به بنبست خواهد رسید. سرگی لاواروف با اشاره به گفتهای رهبران قدرت‌های غربی می‌گوید که تمامی تلاش‌ها برای منزوی ساختن روسیه ناکام خواهند شد. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه حکومت موقت اوکراین را به نقض توافقنامه چهار جانبه ژنو متهم می‌کند. وزیر خارجه روسیه با اشاره به هشدارهای قدرت‌های غربی منزوی شدن این کشور را در جهان امکان پذیر نمی‌داند. سرگی لاوروف که بروز دوشنبه در یک نشست خبری با همتای موزمبیقیش در مسکو سخن می‌گفت، می‌گوید که تمامی تلاش‌ها برای منزوی ساختن روسیه در جهان نتیجه را به دنبال نخواهد داشت. من فکر میکنم که تلاش‌های کنونی برای منزوی ساختن فدراسیون روسیه به گونه کامل نومیدی را به همراه خواهد داشت، زیرا قرار دادن روسیه در انزوا دور از امکان است. سرگی لاوروف در ادامه سخنانش تأکید می‌ورزد که ایالات متحده آمریکا در عوض هشدار دادن و مهلت تعیین کردن به روسیه باید مسئولیت کسانی را بگیرد که در اوکراین به قدرت رسانده است. این انتقاد وزیر خارجه روسیه در حال صورت می‌گیرد که مسکو از تیراندازی بر معترضان هوادار روسیه در شرق اوکراین خشمگین شده است، اما تا کنون روشن نیست که این تیراندازی از سوی کدام گروه انجام شده است. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بروز دوشنبه به اوکراین رسید و قرار است در این سفر دروزش به پایتخت اوکراین با رئیس جمهور و نخست وزیر موقت این کشور دیدار کند. هرچند ایالات متحده آمریکا، روسیه، اوکراین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بروز پنجشنبه در نشست در ژنو برای تنش زدایی در اوکراین به توافق رسیدند، اما تا کنون تنش‌ها پابرجا هستند. با اکنون نگاه زود گذاره داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رئیس جمهور کره جنوبی ناخدا یک کشتی غرق شده را در این کشور قاتل خطاب کرد و این میگوید که ناخدا و شماری از کارکنان این کشتی باید به دادگاه کشانیده شوند. یکی از اتهام های وارده بر این ناخدا این است که دیرتر دستور تخلیه را به سرنشینان داده است. این کشتی با 430 سرنشین به روز چهارشنبه در آب‌های کره جنوبی غرق شد و تا کنون جسدهای 64 تن از آن بیرون کشیده شدند. جنرال عبدالفتاح السیسی احتمال دارد به سادگی در انتخابات ریاست جمهوری مصر برنده شود، در حالی که تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر به روز 25 مای آینده میلادی ادامه دارند. آگاهان مصری میگویند که همدین صباحی یگانه رقیب عبدالفتاح السیسی در این انتخابات خواهد بود. تا کنون بدن هواپیمای ناپدید شده یک شرکت هوایی مالیزیا پیدا نشده است. مقام‌های استرالیایی می‌گویند که یک زیردریایی بدون سرنشین که در حال جستجوی این هواپیما در اقیانوس هند است، نزدیک به 2/3 منطقه را پیموده است، اما هیچ اثری از هواپیما را پیدا نکرده است. و چین یک نوار تصویری فعالیت نخستین کشتی هواپیمابر این کشور را پخش کرد. در این نوار تصویری دیده می شود که هواپیماها در حال پرواز از این کشتی هستند. این کشتی 300 متر طول دارد و می تواند تا 50 هواپیما را حمل کند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید. با این هم چند خبر اقتصادی. استخراج معادن، تولید انرژی بیشتر و زیرساخت‌ها در سیاست تازه اقتصادی کشور در صدر قرار دارند. سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید که عملی شدن این سیاست وابسته به ادامه کمک‌های جامعه جهانی است و با عملی شدن این سیاست اقتصاد کشور تا 3 سال آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. اما مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع با انتقاد از سیاست تازه اقتصادی کشور میگویند که در این سیاست به بخش خصوصی توجه لازم نشده است. جاوید استانکزی گزارش می‌دهد. سیاست تازه اقتصادی کشور به گفته مسئولان وزارت اقتصاد در یک سال و با هماهنگی با نهادهای دولتی و بخش خصوصی تهیه شده است. به گفته آنان در این سیاست یک برنامه توسعه‌ای 5 ساله گنجانیده شده است که با عملی شدن آن اقتصاد کشور رشد خواهد کرد و بخشی از مشکلات بیکاری نیز حل خواهد شد. اغم رستی چی با افغانستان کی خارجیانو د افغانستان د دولت سره ژمنه کړی، د افغانستان د خلکو سره ژمنه کړی ده که چیرته غمرستی عملی شي
نو موږ په دې مطمئن یو چې زموږ پالیسی سل په سلو کې د عمل کېدو وړ ده، او په هغه پالیسی باندې چې کار شوی او په کومو نقطو کې ورته یادونه شوې ده هغه به په ښه ډول سره عملي شي او د افغانستان اقتصاد به یو پیاوړی اقتصاد اوسیږي. اما مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع میگویند از این که سیاست اقتصادی کشور در سالهای پیش نیز به گونه درست و در زمان معین آن عملی نشده است، آنان به عملی شدن سیاست تازه اقتصادی نیز امیدوار نیستند. مثلا پالیسی تشویقی سرمایه گذاری رویش بحث صورت گرفت، یک سال از بیشتر از یک سال میشه که پالیسی طرح شده، اما در تطبیق از او ما مشکلات هنوز هم داریم، با وجود که پیگیری صورت گرفته و امو امتیازاتی که در نظر گرفته شده یعنی اکثر از او عملی نشده. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع می افزایند که سیاست تازه اقتصادی مداخله دولت در کار بخش خصوصی را بیشتر فراهم می سازد که این کار زمینه رقابت ناسالم را بیشتر خواهد ساخت و اقتصاد کشور را نیز صدمه خواهند زد. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 10 پول، یک یورو 78 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 571 افغانی. و اکنون هم سمیر رسا با تازه های از جهان ورزش. خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. رقابت ها برای گزینش اعضای تیم فوتبال شاهین آسمایی امروز با برگزاری دو دیدار در ورزشگاه قاضی کابل آغاز شدند. در مهمترین بازی دیدار تیم های بالاحصار و شیرپور با برابری 1-1 پایان یافت. هدف از برگزاری این رقابت ها شناسایی 26 چرای برتر برای ایجاد تیم شاهین آسمایی و شرکت این تیم در رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن گفته شده است. چهره های برتر چهار تیم لیگ برتر فوتبال کابل برای ایجاد تیم شاهین آسمایی در چهارچوب تیم های شیر دروازه، تاق ظفر، شیرپور و بالا حصار در یک رقابت انتخاباتی در برابر هم قرار گرفتند. ان شاء الله به امید خدا یک تیم بهتر و محکم‌تر و قوی‌تر از پارسال جور میشه بالاست. امیدوار هستم که امسال بتوانند ترنرهای ما خوب بازیکن‌های بریز برزیده را بازم انتخاب کنند تا بتوانند همین کپی که جام گرفته بودن را از پایتخت از دست ندهند. خوشبختانه چهره‌های خوبی کرد معرفی شده به این چهار تیمی که در کابل بازی میکنن. امیدوار هستم که دور سیم لیگ برتر فوتبال یا سال سیم لیگ برتر فوتبال روشن هم بتانه که چهره‌های بسیار خوب را برای ردای سنی مختلف در تیم ملی فوتبال کشور ما و همچنان بتانن چهره‌های جدید را برای تیم ملی فوتبال افغانستان به معرفی بگیره. آقای کارگر میگوید که هفته آینده رقابت‌ها برای گزینش تیم فوتبال دسپین غربازان در ولایت ننگرهار برگزار خواهند شد. پس از 3 روز رقابت میان 100 ورزشکار حاضر در این رقابت‌ها 26 چهره برتر برای ایجاد تیم فوتبال شاهین آسمایی برگزیده خواهند شد. شاهین آسمایی تیمی است که پارسال نگذاش جام قهرمانی از پایتخت بیرون شود. اما باید دید که امسال این تیم میتواند به خوبی از عنوان قهرمانیش دفاع کند یا خیر. میرسید صدیقی، طلوع نیوز، کابل. پیتر ویلیام اندرسون استرالیایی در قرارداد یک ساله ریاست اکادمی ملی کرکت افغانستان را رسما به دست گرفت. این مربی استرالیایی 30 سال پیشینه مربیگری کرکت را در کارنامه دارد. بورد کرکت میگوید که آقای اندرسون مربی کارکشته است که 2 سال مربیگری تیم ملی پاپاگینه نو را نیز در کارنامه دارد و میتواند در بخش بالینگ و بیتینگ آموزگار خوبی برای ملی پوشان کشور باشد. ما امیدوار هستم که با آمدن ازی کرکت داخلی ما انوزم خوب رشد پیدا بکنه، خوب ترقی پیدا بکنه و جوانای بسیار خوبه به تیم‌های اینا معرفی بکنن و همچو در بعض اوقات پیتر هندرسون میتونه که کت تیم ملی ما همکاری‌های داشته باشه. چیزی که بسیار مهم است آمادگی ورزشکاران در بخش‌های افزایش توانایی بدنی، گردآوری توپ و بیتینگ است. بنابراین در همکاری با مسئولان دیگر کار را در این بخش‌ها آغاز می‌کنم. آقای اندرسون میگوید که ورزشکاران افغانستان استعدادهای خوبی دارند و وی می‌کوشد تا برای شناسایی چهره‌های برتر به ولایت‌های دیگر کشور نیز سفر کند.
اکنون چگونگی هوای فردا. این خبرها تا این ساعت از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طول نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.